سلام دوستان، من خواستم یک مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. من یکی از کارمندای شرکت میهنم، یعنی بودم، که چند روز پیش خودم استفاده دادم و اومدم بیرون. وقتی با خبر، یعنی مطمئن شدم که این شرکت واقعا با اون عکس و فیلم ها که اومده بیرون این کار رو داره میکنه، من فکر میکنم نه تنها این شرکت، بلکه همه این شرکت هایی که وابسته به دولت هن، این شرکت های بزرگ، همشون حالا میهن معلوم شده که این ماشینشون رو بقیه پولشون و چیزهای دیگرشون رو تحمیم میکنم برای سرکوب. پس فقط میهن رو نباید تحریم کنیم، همه رو باید تحریم کنیم. همه اون راننده هایی هم که میان میگن نمیدونم ما ندیدیم و در تو چیزی نیست و اینا، خب من هم که کارمند اونجا بودم ندیدم چیز مشکوکی، ولی مسلما به کارمندای عادی و راننده عادی که این چیزا رو نمیدم، ولی اون ابزار و ماشین هر چیز گست رو در اختیار این نیروهای سرکوبگر قرار میدم. پس اینو دقت کنید و اینجور حالا این راننده ها و اینا هم که میان ناله میکنن و اینا، اونا هم آدمای خوبی ان، اکثرشون رو زحمت کشن، ولی خب سطح فکر، یعنی جمهوری اسلامی یه کاری کرده که دیگه همون تو هم دنیای کوچه خودشون فکر میکنن دیگه دنیای بهتری نیست. پس این تحریما رو واقعا اگه دلمون میسوزه برای اینجور آدم و برای همه، حتی برای این آدم هایی که دارن، این بیچاره هایی که دارن اینجوری آشغالی هم میکنن، باید این تحریما رو ادامه بدیم. از جمله مثلا شرکت های بزرگ دیجیکالا، چه میدونم هر کدوم این شرکت های بزرگ که فکر میکنیم خرید نکنیم یه چند وقت، حالا ما یحتاج روزانه همون از همون سوپرمارکت ها و محله های خودمون خرید کنیم که در نهایت برای همه خوب بشه. از خواهشان الان میهن رو دیدیم دیگه، چه نتیجه خوبی ازش گرفتیم که کم کم هم داره تعدیل نیروها شروع میشه، معلومه که داره شرکت قشنگ به ورشکستگی میرسه. پس همین روند رو ادامه بدیم تا برسیم به پیروزی. اینقدر هم سوخت ندیم، هر روز کشته و بازداشتی و شکنجه. مرسی.